درود به همه دوستانم، امیدوارم حالتون عالی باشه. موضوع امروزمون در مورد دارچین هستش. میخوایم خواص فوق‌العاده دارچین رو با هم بررسی کنیم و اینکه بررسی کنیم چه تأثیراتی روی بدن میتونه دارچین بذاره. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دارچین علاوه بر اینکه ادویه خوشبو و طعم دهنده هستش، تأثیر بسیار زیادی روی سلامت بدن میذاره. این ادویه دارای خواص متعددی برای سلامتیه که از جمله اونها میتونیم به کاهش قند خون، بهبود عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی اشاره کنیم. دارچین همچنین میتونه به بهبود هضم غذا، کاهش درد عضلانی و کاهش نفخ کمک کنه. به علاوه دارچین به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده و ضد میکروبی برای درمان بیماری های پوستی مانند آکنه و اگزما مورد استفاده قرار میگیره. با این حال مصرف بیش از حد هر ماده ای هر قدر مفید باشه برای بدن ضرر خواهد داشت. بریم که خواص فوق العاده دارچین رو بیشتر بررسی کنیم. مورد اول، خواص ضد التهابی دارچین. خواص ضد التهابی دارچین به علت تأثیرات مثبت ترکیبات موجود در اون به وجود میان. در مورد چگونگی عملکرد و استفاده از خواص ضد التهابی دارچین میتونیم بگیم که این ترکیب به تنظیم فعالیت سلول های التهابی به ویژه سیتوکین ها کمک میکنه و این مواد به کاهش التهاب ها و آسیب های ناشی از اونها در سطح بافت ها کمک میکنن. مورد بعدی، خواص ضد باکتریایی دارچین. دارچین به عنوان یک آنتی میکروبیال و ضد باکتریایی طبیعی شناخته میشه و در برخی تحقیقات نشون داده شده که میتونه در کنترل رشد و گسترش برخی از باکتری ها از جمله باکتری های مقاوم به دارو مؤثره. توانایی دارچین در مبارزه با باکتری ها به عنوان یک عامل ضد میکروبی به دلیل ترکیبات فعال متعدد و تأثیرات ضد باکتریایی اون یکی از خواص مهم دارچین محسوب میشه. مورد بعدی، تأثیرات مثبت دارچین بر سطح قند خون. مطالعات نشون داده که مصرف دارچین میتونه سطح قند خون ناشدار رو تا 10-20% کاهش بده. این امر میتونه به ویژه برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که در کنترل قند خون خود مشکل دارن مفید باشه. مصرف روزانه 1-6 گرم دارچین توصیه میشه. دارچین به دو روش سطح قند خون بدن رو کنترل میکنه. مورد اول، افزایش حساسیت به انسولین. انسولین هورمونیه که توسط پانکراس تولید میشه و به بدن کمک میکنه تا قند خون رو به سلول ها منتقل کنه. دارچین میتونه به افزایش حساسیت سلول ها به انسولین کمک کنه تا قند خون مؤثرتر جذب بشه. مورد دوم، کند کردن سرعت جذب قند. دارچین میتونه سرعت جذب قند از دستگاه گوارش رو کند کنه که به نوبه خود باعث میشه که قند خون به آرامی تر افزایش پیدا کنه. مورد بعدی، استفاده از دارچین در تغذیه و کاهش وزن. تأثیرات مثبت دارچین بر کاهش وزن هم اثر میذاره. دارچین دارای خواصیه که میتونه منجر به کاهش وزن بشه. حالا این خواص چیا هستن؟ مورد اول، افزایش متابولیسم. دارچین متابولیسم یا همون سوخت و ساز بدن رو افزایش میده که به نوبه خود میتونه منجر به سوزاندن کالری بیشتر بشه. مورد دوم، کاهش اشتها. دارچین اشتها رو کم میکنه که منجر به خوردن کمتر میشه. مورد سوم، افزایش چربی سوزی. دارچین میتونه به افزایش چربی سوزی کمک کنه، در نتیجه چربی کمتری در بدن ذخیره میشه. مورد بعدی، بهبود عملکرد مغز و حافظه با دارچین. دارچین بهبود عملکرد مغز و حافظه رو از طریق ویژگی های ضد التهابی و ضد اکسیدانی ممکن میسازه. ترکیبات موجود در دارچین عملکرد سلول‌های عصبی رو تنظیم می‌کنه و در مقابل سلول‌ها رو از آسیب‌های ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنه. علاوه بر این، مصرف دارچین می‌تونه به افزایش ترکیبات مواد شیمیایی مغزی مانند BDNF کمک کنه که نقش مهمی در حفظ و بهبود حافظه داره.
کنترل قند خون، بهبود جریان خون به مغز و تأثیرات مثبت آنتی اکسیدانی دارچین همچنین مواردی هستند که به بهبود عملکرد مغز و حافظه کمک می‌کنن. مورد بعدی، تقویت سیستم ایمنی بدن با دارچین. هرچه سیستم ایمنی بدن انسان قوی تر باشه، بخش های مختلف بدن از سلامت بیشتری برخوردار هستن. برعکس این قضیه هم صدق میکنه، یعنی هرچه بخش های مختلف بدن رو بیشتر تقویت کنیم، سیستم ایمنی بدن هم قوی تر میشه. به این ترتیب دارچین با داشتن تأثیرات مثبتی که تا الان از اون صحبت کردیم به بهبود و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنه. حالا چطوری دارچین رو مصرف کنیم؟ میتونید دارچین رو به غذای خود اضافه کنید و از اون به عنوان یک ادویه در طبخ انواع مختلف غذاها و دسرها و حتی با میوه ها استفاده کنید. همچنین چای دارچین یک روش مؤثر برای مصرف اونه. میتونید یک قاشق چای خوری دارچین رو در یک فنجون آب گرم حل کنید و این نوشیدنی ضد التهابی رو مصرف کنید. ترکیب دارچین با عسل نیز به عنوان یک روش مفید درمانی با خواص ضد التهابی استفاده میشه. این ترکیب میتونه به عنوان یک محلول گرم با ترکیب با آب گلابی یا آب لیمو نیز مورد استفاده قرار بگیره. با این حال قبل از هر تغییر در رژیم غذایی یا مصرف مکمل ها مشورت با پزشک یا متخصص بهداشت مناسبه، به ویژه اگر شما به هر نوع حساسیت یا شرایط پزشکی خاصی دچار هستید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید، توی کامنت ها سوالات خودتون رو بپرسید و اگه دنبال سلامتی یا ارتقای سلامتی هستید حتما عضو چنل من بشید. روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار شما.